جنایت عشقی. عشق دو نوجوان دوران جنگ زده دهه 60 و 70، شاهرخ و سمیه. هر دوی اونها جزو افراد مرفه به شمار می رفتن. پدر شاهرخ مهندس برق بود که توی اداره برق تهران کار می کرد و پدر سمیه کارخانه مواد شیمیایی داشت و در خانه ویلایی بالا شهر تهران زندگی می کردن. هر دوی اونها 16 سال سن داشتن و بعد از گذشت 2 ماه دوستی قرار ازدواج با هم دیگه گذاشته بودن. خانواده سمیه بدون توجه به پافشاری های سمیه با این ازدواج مخالفت میکنه. سمیه هم که میبینه نمیتونه کاری از پیش ببره، تصمیم میگیره که با شاهرخ به اصفهان فرار کنه و این تصمیمشون هم عملی میشه و اون دوتا به اصفهان فرار میکنن. ولی پس از مدتی به خاطر التماس های خانواده دوباره به تهران برمیگردن. اینجاست که فکر جنایت عجیبی علیه خانواده سمیه توی ذهنش جرقه میخوره. بیتوجهی پدر و مادر سمیه نسبت به دخترشون باعث فروپاشی خانوادهشون میشه. شب پیش از حادثه شاهرخ تا صبح توی اتاق سمیه حضور داشته. نقشه قتل در صبح همان روز توسط سمیه طراحی میشه. شاهرخ که تصمیم سمیه رو جدی نمیدونسته به طور لفظی باش موافقت میکنه. صبح روز حادثه شاهرخ و سمیه برای آموزش رانندگی از خونه میرن بیرون و پیش از بازگشتشون به خونه سمیه 2 جفت دستکش از داروخونه میخره و بعدش هم برای خوردن ناهار به خونه برمیگردن. بعد از ظهر مادر سمیه به همراه دختر کوچیک خانواده سوین از خونه خارج میشن. سمیه و شاهرخ در طبقه 2 ساختمان بودن و سمیه خواهرش سپیده رو صدا میزنه. وقتی سپیده به طبقه 2 میاد، شاهرخ دستش رو دور گردنش میندازه و سپیده بیحال میشه. شاهرخ ادعا میکنه بعد از اینکه سپیده بیحال میشه، سمیه بهش آمپول هوا تزریق میکنه. بعدش هم پیکر بیجون سپیده رو به حمام میبرن و سمیه گردنش رو در وان حمام قرار میده و در نهایت هم بعد از اینکه اطمینان پیدا میکنن از مرگش، جسدش رو محکم به کف حمام میکوبن. در همین زمان محمد رضا برادر سمیه برای بازی کردن با سپیده به طبقه 2 میاد، اما سمیه اون رو به طبقه پایین میفرسته تا اینکه مجددا محمد رضا به طبقه بالا میاد و شاهرخ محمد رضا رو بغل میکنه و گردنش رو فشار میده. بر اساس ادعای شاهرخ سمیه به محمد رضا هم آمپول هوا تزریق میکنه و بعد از اون پیکر نیمه جانش رو به حمام میبره و داخل وان حمام قرار میده تا اینکه محمد رضا جان میده. بعد از کشتن بچه‌ها شاهرخ و سمیه منتظر بازگشت مادر سمیه میشن. بعد از بازگشت مادر سمیه از اون میخواد که به طبقه 2 بره. توی اظهارات اومده که مادرش رو صدا میزنه و با حالتی عجیب بهش میگه که از اون متنفره. در همین زمان هم شاهرخ گردن مادر سمیه رو گرفته و با چاقو 2 ضربه بهش وارد کرده و شروع میکنن به کتک زدن مادر سمیه. او با التماس از اونها میخواد که اون رو نکشن و قسم میخوره که به کسی چیزی نمیگه. وقتی سمیه به دنبال سوین توی طبقه پایین میره، شاهرخ پریشون و مضطرب چاقو رو به دست مادر سمیه میده و بهش میگه که بچه ها رو کشتن. در نهایت مادر موفق به فرار میشه و از همسایه ها کمک میخواد. مادر سمیه به همسایه ها میگه که خونمون رو دزد زده و بچه هام رو کشته به خاطر اینکه قسم خورده بود چیزی به کسی نگه. بعد از مدتی با حضور پلیس توی خونه واقعیت افشا میشه. پلیس متوجه میشه که خونه به هم ریخته است و این نمیتونه کار یک دزد باشه، چون هیچ چیز از این خونه دزدی نشده و علاوه بر این یک دزد وقتش رو صرف این نمیکنه که 2 کودک رو با دستش خفه بکنه و با اونها آمپول هوا تزریق بکنه. سمیه و شاهرخ فهمیدن که پلیس قضیه رو فهمیده و بیشتر از این نمیتونن این قضیه رو پنهان کنن. به خاطر همین به جرمشون اعتراف میکنن. در مصاحبه با پدر سمیه از اون میپرسن که چرا با بیتوجهی و مخالفتهاش اجازه داده که همچین اتفاقی بیفته. پدر سمیه میگه که من از 9 صبح تا 1 شب کار میکردم. اون شب که این اتفاق افتاد من تا ساعت 3 مشغول به کار بودم. وقتی به خونه اومدم تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده. پلیس و اورژانس دور تا دور خونه رو گرفته بودن. من اجازه ندادم سمیه و شاهرخ ازدواج کنن چون هر دوی اونها کم سن بودن
من حتی برای ازدواج اونها استخاره کردم و بعد اومد. دادگاه این دو در 17 بهمن 1375 توی تهران تشکیل میشه. دادگاه هر دوتاشون رو به قصاص محکوم میکنه، ولی این دوتا حتی توی دادگاه هم از عشقشون پاپس نمیکشن. شاهرخ توی دادگاه اعتراف میکنه که هر بار که نمیتونست سمیه رو ببینه سرش رو به دیوار میکوبیده. سمیه هم برای اثبات عشقش نسبت به شاهرخ با حلقه‌ای که شاهرخ بهش هدیه داده بود در دادگاه حاضر شد. شاهرخ میگه که اگه میخواید ما رو قصاص کنید مشکلی نیست، ولی بگذارید یک روز قبل از قصاصمون ما با هم دیگه عقد بکنیم و با یکدیگر باشیم. من میخوام به عنوان شوهر سمیه قصاص بشم. سمیه هم با اون چهره مضطرب میگه که نیازی به قصاص نیست. اگه پدرم اجازه بده و بذاره من و شاهرخ تا ابد برای هم دیگه باشیم، ما دیگه هرگز از این کارها نمیکنیم. بعدش هم با همون چهره به پدرش میگه که رضایت میدی تا من و شاهرخ آزاد بشیم و با هم دیگه ازدواج بکنیم. پدر سمیه هم که پررویی و حقارت دخترش رو میبینه با تأسف سرش رو به پایین میندازه. اما مادر سمیه بدون توجه به اینکه دختر چه بلایی به سرشون آورده، سر سمیه رو توی آغوشش میگیره و نوازشش میکنه، شاید که یکم آروم بشه. سمیه و شاهرخ حتی یک روز هم نتونستن مال همدیگه باشن. بعد از مدتی با اعلام گذشت پدر سمیه از قصاص، شاهرخ به 10 سال زندان و سمیه به 12 سال زندان محکوم میشه. به گفته حمیدرضا گودرزی که قاضی و بازپرس این پرونده بوده، سمیه و شاهرخ دوران محکومیتشون رو کامل سپری نمی کنن و با رضایت پدر سمیه بعد از 3-4 سال حبس آزاد میشن. پدر سمیه طاقت نمیاره و اون خونه رو میفروشه، خونه‌ای که دوتا جیگرگوشه‌اش در اون به قتل رسیده بودن، خونه‌ای که برای خریدش خیلی زحمت کشیده بوده، خونه‌ای که هر روز تعداد زیادی از دانش آموزا و دانشجوها دورش جمع می‌شدن و یواشکی ازش عکس می‌گرفتن و بهش می‌گفتن نفرین شده، می‌گفتن این خونه بوی خون میده. از مالک جدید خونه می‌پرسن که شما با آگاهی از این حادثه این خونه رو خریدین؟ راستش اولش خبر نداشتم که این خونه همون خونه ویلای گاندیه، اما املاکی که این خونه رو به ما معرفی کرد گفت که چه سرگذشتی داشته. البته به خاطر همین هم قیمتش پایین تر بود. ما هم سرمایه گذاری کردیم و خریدیم. پس با خانواده سمیه معامله کردیم؟ نه، ما از فرد دیگه خریدیم، اونم از نفر قبلی. تا جایی که اطلاع داریم خانواده سمیه بعد از این حادثه این خونه رو فروختن. این خونه هم چند دست گشته تا به ما رسیده. از بودن در این خانه وحشت ندارید؟ نه، در و دیوار که ترس نداره، سنگ و آجر و گچ که کاری از دستش بر نمیاد. این آدم ها هستن که با کارهاشون ترس و وحشت ایجاد میکنن. از سرنوشت سمیه و شاهرخ خبر دارین؟ یکی از املاکی ها به ما گفته که شاهرخ خارج از کشوره، اون دخترم دوبار تا حالا ازدواج کرده. اگه یک روز سمیه بخواد این خونه رو از شما بخره چه تصمیمی میگیرید؟ بستگی به قیمت و وضع بازار داره، پول خوبی بده قبول میکنم. نه شوخی کردم، راستش تا الان به این موضوع فکر نکردم، واقعا نمیدونم. مرسی که به من گوش دادین. نظر شما در مورد داستان عشقی شاهرخ و سمیه چیه؟ به امید روزای بهتر. بای بای.